تازی اضافی هم از من گرفتی یکی دیگه هم که داشتیم که خب بالاخره طبقه فقه هم یک دست که نبودن که چهارمین مفهومی که چهارمین زیر ساختی که بهش خواهیم پرداخت شدی که یک مضمونی است که در تاریخ ایران بیشتر از همه شناخته است و خب اوضاع امروزه هم و آن وضعیتی که بعد از انقلاب پیش اومده هم در این آگاهی بیشتر به مسئله دولت و دین و پیوند یا تنش بین این دوتا یا این تضاد مکمل بیشتر شده که شاید بشه گفت قدیمی ترین قرارداد اجتماعی در فرهنگ سیاسی ایرانه یعنی اگر ما به قدیمی ترین اندازنامه ها بنگریم میبینیم که این دو نهاد دین و دولت آگاهانه شناخت به عنوان عامل اصلی ثبات جامعه شناخته شدن یعنی ثبات نظام حاکم در واقع بر دو پایه معمولا مستقره. مثلا اگه نگاه کنیم به اون اندازنامه خیلی قدیمی که شاید مربوط به قرن ششم در دوره ساسانی نامه تنسر اگرچه ادعا میکنه که مربوط به قرن سومه ولی در واقع مربوط به قرن ششم میلادیه این در نامه تنسر ما میبینیم که این دو نهاد دو خواهر همزاد شناخته شدن با همین عنوان دو خواهر همزاد یعنی اولا همزادند و ثانیا که یه پیوند خیشاوندی خیلی نزدیکی بهشون هست که یکی بدون دیگری دوام نمیکنه و این باز هم مفهومیه که در بسیاری از این اندازنامه ها تکرار شده یعنی دین و دولت بدون هم مداومت نمیکنه این عقیده کاملا محافظه کارانه به خاطر اینکه در واقع جامعه رو در قید دو نهاد قدرتمند میذاره که اینها نظارت کامل سروری کامل بر جامعه دارن اگه به ریشه های این نگاه کنیم باز هم مثل بسیاری دیگه از این زیر ساختایی که بهش پرداختیم ریشه ساسانی داره در واقع و شخصیتی که در نظر من میاد که نقش عمده ای در شکل گرفتن این دین و دولت پیدا کرده یکی از موبدان دوره نیمه دوم قرن سوم میلادی است به نام کرتیر که اون کسانی که با تاریخ ساسانی آشنا هستند بدون شک نام کرتیر رو شنیدن برای اینکه از معدود شخصیت های مذهبی در سراسر تاریخ ایران که ما ازش تصویری در کتیبه داریم چون مثلا در دوره ساسانی جز پادشاهان و خب اونهایی که در زیر عنوان پادشاهی هستند ما از تصویری در نقش در های دوره ساسانی نمیبینی در کرتیر در نقش رجب یه نقش مستقلی از کرتیر هست که نشون میده چقدر قدرتمند و کتیبه ای که به نام او ثبت شده این یک مبد قدرتمندی بود که در واقع این رابطه بین دین و دولت رو برای نخستین بار آشکار کرد و در واقع اون مفهومی که ما در سابق بهش پرداختیم که داد یا دات اون چیزی هستش که از ایزد به شاه میرسه در مورد کرتیر تبدیل شد به راج یا رکس یعنی که یه شاهیه که باید راه شریعت رو بپیمایه و خب البته این تنش هم همواره باقی مونده اگه بخوایم باز به تصویر طولانی مدت نگاه کنیم معدودی از روحانیون یا علمای شیعه هستن که علمای ایرانی هستند که از نظر قدرت نهادی از نظر قدرت سازمانی نظیر کرتیر بوده باشن شاید مثلا در دوره جدید قابل مقایسه با خمینی یا شاید با مجلسی از بعضی جهات قابل مقایسه است خب اون چیزی که در این مورد قابل توجهه اینه که ما در دوره ساسانی پیدایش این همزادی دین و دولت رو این دوگانه دین و دولت رو در واقع به صورت یه مکملی در مورد اون چرخه داد یا چرخه عدالت که بار گذشته بهش پرداختیم میبینیم یعنی اگر دو پز به قول فرنگی دو نظریه اصلی برای سیاست برای فرهنگ سیاسی ایران قائل بشیم یکی اون مسئله دین و دولته که مسئله چرخه عدالت یعنی در واقع باز هم تاکید بر اینه که تنها دولتی میتونه دوام داشته باشه در طولانی مدت که بتونه این رابطه رو حفظ کنه و این البته دو طرف است نه به این معنی که صرفا پادشاهان باید حقوق موبدان یا علما رو حفظ بکنن بلکه در مقابل فقه ها و علما هم باید حقوق پادشاهان حفظ کنن تا این دوگانگی تا این در واقع فاصله بین این دوتا حفظ بشه این موازنه بین این دوتا حفظ بشه در واقع میش میش میتوانیم بگیم که یکی از پایه های مشروعیت دولت در مشروعیت دولت و سلطنت این مسئله حفظ و نگهداری دستگاه موبدان یا دستگاه فقها و علما در دوره اسلامیه حتی در دوره پیش از تشیع یعنی در موقع پیش از صفویه همون یه تفاوت عمده هست و اون اینه که در در دولت هایی که دولت هایی که تابع نظریه اهل سنت هستند در دنیای اسلام و نظیر ایران پیش از پیدایش تشیع عهد صفوی دستگاه فقها و علما غالبا در زیر نظارت و سروری دولت سر می کرد اگرچه این ارتباط دین و دولت همیشه برقرار بود ولی در واقع دولت یک برتری و سروری بر کار اونها داشت چرا که تمام اون مقامات قاضیان قضات شیخ الاسلام مفتیان تمام اینها مقاماتی بود که در واقع سلطان اونها رو به اون مقامات برقرار میکرد منتصب میکرد و این نبود که خود در واقع این مقام رو به خودی خود داشته باشه همه انتصابی بود ولی یه فاصله ای هم بینشون بود به اضافه اگه نگاه کنیم مثلا در دوره سلجوقیه که دوره بسیار مهمی برای شکل گرفتن شهر اسلام هست ما میبینیم که دولت یعنی دولت دوره ملکشاه آلبرسران و ملکشاه زیر نظارت خاج نظام الملک اون نظامیه هایی رو میسازی که مهمترینشون در بغداد بود و وظیفه و در واقع کار اصلی این نظامی ها در واقع تربیت یک نوع فقهای دولتی بود که اینها رو بتونن در مقاماتی منصوب کنن که این امپراتوری عظیم سلجوقی رو حفظ کنه در واقع یک ابداع خیلی مهم خاج نظام میشه در واقع گفت خاج نظام الملک بزرگترین شخصیت سیاسی در شکلگیری فکر اسلامی در سراسر دوران اسلامی هست به نظر من چرا که آنچه که ما امروز به عنوان اسلام میشناسیم مخصوصا در دنیای تصنن میشناسیم بسیار متأثر از اون سازمانی است که او برقرار کرد و کسانی مثل غزالی محمد غزالی رو به استادی نظامیه ها منتصب محسوب کرد و در نتیجه بهشون اجازه داد که تعریف خیلی کاملتری از آنچه که ما امروز اسلام میشناسیم بیان بکنم مثل در احیای علوم دین یعنی که یک نظامی رو در واقع در درون یک نظام مذهبی رو در درون دستگاه سرجوقی ساخت این در سایه دولت بود و خب در مقابل ما مثلا اون گفته مشهور غزالی رو داریم که میگه که الملکو یبقا بالکفر ولا به دولت باقی میمونه با کفر یعنی اسلام لازم نیست براش ولی با ظلم باقی نمیمونه یعنی چی؟ یعنی در واقع دستگاه دولت و هران چی که هست میپذیره مادام که بتونه یک یک موازنه و یک مصالحه و یک آرامشی رو در جامعه حفظ بکنیم البته جای دیگه هم ازش نقل هستش که گفته است که ظلم بهتر از آشوبه یعنی در واقع حتی این هم اگه بخوایم یک سه درجه قائل بشیم بدتر از همه آشوبه بعد ظلمه، بعد کفره و خب این کاملا نشون اون نظریه اهل سنت بود در مورد این رابطه بین دین و دولت اما دیدگاه شیعه از شاید صدر اسلام اندکی متفاوت بود با این به اصطلاح اجماع اهل سنت از به چند دلیل یکی اینکه اولا به نهاد امامت اعتقاد داشت و در واقع مقام سلطنت رو هر نوع قدرتی رو هر نوع قدرت دنیوی رو یک نوعی سلطان جائر یا یه در واقع سلطان ستمکاری میدونست بعضا و ذاتا از این جهت همیشه در ذهن من هستش که یک آنارکیزم درش بود چون تئوری آنارکیزم هم اینه که هر نوع دولتی ظالمه شیعه هم یه نوع آنارکیزم داشت از روز اول که در واقع هیچ نوع دولتی رو دولت حقه نمیشمارد جز دولت امام زمان یعنی در واقع مسئله عدالت رو مکول میکرد به این که امامی که در غیبت هست حداقل در شیعه اسناحشری امامی که در غیبت هست از غیبت به ظهور بیاد سلطنت تازه‌ای بسازه یه فرم یوتوپیانی داشت یه فرم یه فرم ایدئالی از شکل ایدئالی از قدرت داشت که البته صرفا مسئله نظری بود ربطی به عمل نداشت در عمل محدثین شیعه در مثلا قرن نهم و دهم در زیر دولت آل بویه اون رجال مشهور شیعه نظیر ابن بابوه توسی و غیره اینها تماما دولت اه اه حاکم رو در عمل میپذیرفتن و در واقع یک نوع سکوتی داشتن در مقابل قدرت منظوی بودند تا یه اندازه در برابر قدرت از مزایای قدرت بهره می بردن از مزایای سلطنت یا از نظام حاکم که در دوره آل بویه البته به خاطر تمایلات شیعه آل بویه و در مقابل این مسئله انکار دولت حقه رو هیچ وقت از نظر به عمل نمی در نمی آوردن طبق پذیرش و قدرت بود اما در عین حال در داخل شیعه از ابتدای کار از تقریبا از از دوره خلافت خلفای راشده ما میبینیم که اون که بهش میگن پروتو شیعه یعنی شیعه ابتدایی و بعدا جریانات شیعه در قرون وسطای اسلامی اونی که ما میبینیم یک جریانات مهدویست که ربطی به فقها و اهل حدیث و اهل شریعت نداره بلکه در واقع کسانی هستش شامل کسانی هستش که به یک نظریه مسیحایی معتقدم برای بازگشت امام از غیبت به ظهور حالا غیبت چیه ظهور چیه اون مباحث متفاوتی ولی به هر حال این گروه همواره این جریان یا جریانات همواره در دنیای شیعه مداومت داشته شما از صدر شیعه اگه به, ن... به صدر صدر از, از اون قرون اولیه اگه به نگاه کنی مثلا جریان قرامته که بعدا به شیعه اسماعیلیه یا شیعه اسماعیلیه نظاریه تبدیل شد با به جریان انقلابی بود که دولت حاکم رو نمی پذیرفت و به ویژه دولت سلجوق رو که طرفدار خلافت بود طرفدار خلافت بنی عباس بود و یک نوع بحران بزرگی در دوره سلجوق در قرن یازده پیدا شد در قرن دوازده پیدا شد که خب دیگه نظاریان علموت بودند و تمام قلایی که در سرتاسر سر ایران و سوریه داشتند و در واقع دولت در کوهستان بودند و اینها خب یک چالش بزرگی در مقابل دولت سلجوق و اون نظامی بود که نظام الملک ساخته بود و مباحثه ای که با یعنی مر... مناظره ای از دوردستی که با کسان مخالفتی که با کسانی مثل غزالی داشتن پس این فکر شیعه انقلابی هم در کنار اون محدثین بیشتر اهل اهل رضایت و مسالمت کم، کماکان ادامه داشت این دو جریان در داخل شیعه ادامه داشت حالا ما اینجا نمیخوایم زیاد به داستان شیعه مهدبی بپردازیم برای اینکه در مبحث دنیا و آق... دنیا و آخرت دوباره بهش برمیگردیم ولی مثلا باید گفتش که بسیاری از اهل تصوف بسیاری حتی از اهل فلسفه متأخر این تمایلات شیعی رو به یه صورتی در افکارشون داشتند این واقعا نباید منکر این نکته شد و, و جریانات مهدوی متاخر فراوان بوده مثلا اگه نگاه کنیم از دوره بعد از ایلخانی از دوره ایلخانی به بعد نگاه از قرن سیزدهم چهاردهم به این بعد از سقوط خلافت و سقوط نظریان علموت نگاه کنیم میبینیم می این جریان شیعه متأخر هم در مثلا نهضت‌های های قلندریه هست هم در نهضت حروفی هست هم در نختویه هست بعدها در قرون بعد در نهضت صوفیان نمت هست بعدا در شیخی و بابیه هست یعنی در واقع جریان رشته و یک زنجیره که این تداوم فکر انقلابی ظهور منتظر زهوری رو همواره با خودش داشته که در واقع همراه با یک فکر ادواری بود یعنی ظهور رو به یه شکلی پایانی دور و آغاز دور دیگری میدونست یعنی این فکر ادواری هم سابقه خیلی خیلی قدیمی داره که حتی شاید قبل از اسلام هم برمیگرده ولی حد به خوبی در دوره اسلامی این در افکار بسیاری از این نهزت های مهدوی مثل اسماعیلیه و بعد از اون در نقطویه خیلی مشهوده در نقطویه اولین موردی که ما میبینیم جدایی از اسلام درش هست دور جدید دور اسلام نیست دیگه خب باید جدا به با اون پرداخت ولی علت این که اینجا گفتم اینه که این نهزت ها همیشه در قابل دولت یک تقیان و سرکشی داشتند در قرون اولیه ای اسلام شیعیان گاهی از اوقات از درون طبقاتی از ایرانیان یا غیر ایرانیانی برمیخواستند که با ظهور عرب موقع و جایگاه و منزلت اجتماعیشون تنزل کرده بود مثل موالی خب موالی بیشتر موالی دوره بنی امیه یعنی اونها که وابستگان به قبایل عرب شناخته میشدن و در واقع میشه بهشون گفت به عنوان عنوان جدید سکند کلاس سیتیزنز بودن یعنی شهروندان درجه دوم بودند که البته برای کسانی که در جمهوری اسلامی زندگی میکنن امر آشناییه این طبقه بدون شک این افکار مهدوی رو برایشون جذاب بود نمونه بزرگش ابو مسلم خراسانیه که البته نباید شیعه شناختش حتی یه نهضتی یک جریان مهدوی ابو مسلمیه هست که یکی از جریانات ابتدایی کاره ببخشید جانم گوش میکنی ببخشید ولی این جریانات همواره از جانب طبقه موالی پشتیبانی نمیشد فقط گاه اوقات ما میبینیم گروههایی های هستن که این نوع محرومیت های اجتماعی اونها رو به جانب این فکر جلب کرده در اسمایلی قرمتی اسمایلی این خیلی مشهوده حتی در جریان نظاریان علموت خیلی مشهوده خب در مثلا نهزت نقطویه ما میبینیم که هم با روی کار اومدن ترکان دوره تیموری یک نوع انادی هست هم در مورد دوره صفویه با قزل باش هم یعنی دوری که قزل باش دیگه تموم شد و دور عجمه دور عرب دیگه نیست دور قزل باش هم دیگه نیست پس در واقع نشانه یک نوع میشه گفت یک نوع ناسیونالیزم اولیه در بعضی از این افکار مهدوی هست حالا در مورد شیخی و بابیه قدری متفاوته ولی به اونها خواهیم پرداخت باز ظهور صفویه در واقع وضعیت شیعه در جهان اسلام تا یه اندازه قابل توجهی تغییر میکنه برای اینکه یکی از معدود مواردی است که یک دولت شیعه پیدا شد دولتی که اساس کارش یک اساس کار پذیرفتن طبقه فقه ها بود البته قبل از اون هم بود فاطمیه در مصر خلافت فاطمیه در مصر یه شیعه اسماعیلیه بود قبل از اون خب اونی که ایرانیا خیلی این روزا بهش علاقه دارن سربداران در قراسان مثلا جریان انقلابی شیعه بود یا نمونه های دیگه مثلا خب آل بویه هم بالاخره یه شیعه زیدی بودن ولی هیچ کدام از این شاید به استثنای فاتمیه مصر هیچ وقت دولتی نبود که عملا و با کوشش و برنامه ریزی بکوشه که تشیع رو به عنوان یک عامل یک دین دولتی یک مذهب دولتی در جامعه رواج بده و رواجش با, با ارعاب و زور و فشار جامعه رو در قرن دو، در طول دو قرن بالاخره شیعه بکنه این پدیده حتی در مورد فاطمی مصر هم نبود فاطمی هرگز نکوشیدن جامعه مصر و شمال افریقا رو شیعه کنن البته یه عده زیادی شیعه خیلی در حتی امروزه مصر هم هست ولی اونطور کوشش برای دگرگونی جامعه نبود این در صفحه برای اولین بار مناظر به این هستیم و این دوره در واقع پیشا مدرن ارلی مدرنه که در این دوره نه تنها ایران بلکه میشه گفت سرزمین های دیگری یا, یا پادشاهی ها و دولت های دیگر امپراتوری های دیگری اونها هم همه دافع یک نهله به خصوص یک جریان به خصوص مذهبی بودن نمونه خیلی عالیش اسپانیا و دفاع از کاتولیسیزم از کلیسای کاتولیکه که خیلی شبیه از بسیاری نظرات خیلی شبیه به شیعه در ایرانه و دولت صفوی یا بعدها عثمانی عثمانی شاید با, مد... با برداری از دولت صفویه تسنن رو به عنوان دین دولتی خودش شکل داد و بعدا خب البته با فتح حجاز پادشاهان پادشاهان سلاطین عثمانی خودشون رو در واقع به عنوان خلفای اسلام معرفی میکرد در دوره ممالک مصر هم ممالیک مصر هم بود ولی نه به این شدت پس این یه پدیده جدیدیه حالا تو اروپا هم میشه گفت هنری هشتم که ذکرش کردیم اونم بالاخره یک نوعی کلیسای پروتستان دولتی ساخت که همون چرچ اف که امروز هست و نظاهرش در در موارد دیگه هم میشه یافت هابزبورگ نه تنها در اسپانیا بلکه هابزبورگ در اتریش اون هم در واقع شرقی اون هم همین پدیده رو داشت خب دولت صفویه و این پشتیبانیش از یک شرع فقیهانه یه تحول بسیار بزرگی پدید آورد یعنی چه کرد یعنی در واقع یه دین و دولت تازه ای ساخت که شبیه اون دین و دولتی بود که کرتیر میخواست بسازه در دوره ساسانی، ساخت موبدان و پادشاهان ساسانی اینجا هم یه نمونه دیگه نظیر اون میبینیم یه تداومی برای بازساخت اون جریان میبینیم این طبقه فقها ها شریعت مداران در دوره صفویه در واقع خامیانشون دولت بود با حمایت دولت با پشتیبانی و قدرت دولت با, با صرف منابع مالی دولت اینها موفق شدن که یک دستگاه شرعی شرع شیعه عشری رو در سراسر ایران تسری بدن و جایگزین کنند جایگزین تسنن کنند و خب این از دوره اسماعیل هست از آغاز صفوی قرن 16 میلادی هست تا بویژه در دوره تحماس به ویژه در دوره عباس اول و تا پایان صفویه ما همین جریان رو میبینیم فقه های بزرگ مثل عبدالعالی کرکی که همراه با یک گروه بزرگی از فقه های شیعه از جبل عامل از سوریه به ایران مهاجرت کردند و در واقع بنیان این طبقه جدید فقه شیعه رو ساختن بلکه در ایران اگرچه فقه های شیعه بودن ولی تعدادشون اون اندازه نبود که بتونن دستگاه قضا رو در دستگاه دستگاه عدالت رو دستگاه امروز بهش میگن دادگستری رو بسازن پس یه مقداری وارداتی بودن اینها بسیاریشون فارسی نمیدونستن عربی میدونستن اول کار بعدها فارسی آموختن و ایرانی شدن نسلای بعدشون از جمله مثلا شیخ بهایی نمونه بهای دین عاملی اهل عامل بود خانواده خودش اهل عامل بود جبل عامل در سوریه ولی خب در ایران فارسی زبان شد و شعر به فارسی میگفت اهل ارفان شد و بسیار یعنی که در طول یه دوره طولانی اینها ماهیتشون تغییر کرد حداقل از نظر زبان ولی وابستگیشون به دولت کماکان باقی موند به ویژه به خاطر اینکه عرب زبان بودن منظوی بودن در داخل جامعه ایران پس پای، پاگاهی که باید بهش همیشه التجا کردن دولت بود دولت هم میدونست شاید ای یک سیاست هوشمندانه صفویه بود که این طبقه رو بر سر کار دستگاه غذا بشونه که باش مخالفتی نباشه یعنی این دین و دولت در این دوره همدیگر رو کاملا مکمل بودن این و در مکمل بودن برای که تمام جریانات اونی که بهش گفتیم فراکیش اونای جریانات غیر شرعی یا ناشرعی رو منکوب کنن که هم صف... صوفیه رو منکوب کردن به اضافه صوفیه صفویه همه رو منکوب کردن و نهزت هایی که مثل نقطویه دوباره پا گرفته بودن همه رو سرکوب کردن یه پرسش خیلی بزرگیه راجب ابتدایی صفویه که همیشه جای بحث داره ما چرا صفویه میکوشه که نظام شرعی رو در جامعه ای حاکم بکنه که خودش ریشه و اصلش از اون نیست شاید پاسخ به این رو از چند جنبه بشه داد ولی شاید پاسخ کاملی هم نیست یکی این که اون پیرانی که در واقع مربی و حامی اه اه اسماعیل بودن در دوران که در اختفا بود در لاهیجان اون پیران لاهیجان اونها شاید به این مسئله واقف بودند که فکر صوفیه صفویه که جریان تند انقلابی تا یه اندازه زیادی از قلات بودن مثلا قلات یعنی قالیان یعنی اون کسانی که شیعه رو در مفهوم خیلی قلوب بش بهش اعتقاد داشتن اونایی که گاهی اوقات بهشون رفرنس در اجار داده بشه، علی اللهی و غیره مثلا مکتب اهل حق یا مذهب اهل حق در کردستان چه در واقع از اونا بودن ولی یه وقوفی به این مسئله بود که با این نمیشه جامعه ای رو ساخت نمیشه یک نظامی رو بر جامعه با این طرز فکر حاکم کرد ما احتیاج به فقه داریم احتیاج به قاضی داریم احتیاج به ساختن یک نظام مهندسی شرعی داریم در جامعه و خب این بیشتر محسوس شد اتفاقا یکی از منابع صدر صفویه یکی از تواریخ صدر صفویه مخصوصا این نکته رو متذکر میشه که شاه اسماعیل امر کرد که فقهای شیعه رو بیابید و متون شرع شیعه رو بیابید که ما بتونیم به جامعه اینها رو بیاموزیم و گفتن هر چقدر گشتن فقط جلد دوم یکی از آثار محقق اردبیلی که یکی از یکی از فقهای تصور میکنن تیموری بود رو یافتند حتی جلد اولش هم فقط جلد دومش بود یعنی که چی یعنی اصولا اون پایه وجود نداشت مجبور بودن یه عده‌ای از بیرون بیارن بعدم نمونه سربداران همین کار کرده بود یعنی اونها هم رفته بودن از جبل عامل از فقهای اونجا که توی محوطه خیلی محدودی هستن یعنی کسی که اونجا رو دیده میدونه که شیعیان جبل عامل جامعه خیلی کوچیکیه و اینها خب یک جریان شریعت مدارانه از قرون وسطا با خودشون حفظ کرده بودن در واقع خب آز... خیلی آسان بود که اونا رو با خودتون بیاری و با... ب... اونا رو بیاری اینجا و بر مستر کار بذاری و اونا مطیع شما بمونن شاید هم یه دلیلش این بود مزلک دلیل خیلی پیچیده ایه و طول دوره, دوره طولانیه یعنی باز هم یه تصور رایج اینه که بله شاه اسماعیل اومد دولت صفوی در 1501 902 قمری آغاز شد و یک شبه ایران شیعه شد حتی اگر ما بپذیریم که شیعه, شیعه به عنوان دین دولتی تا مثلا نیمه دوره تحماس پنجاه سالی بالاخره قوام پیدا کرد برای شیعه شدن واقعی ایران تشیع به معنی اینکه مردم ایران یک تعهد و اعتقاد تشیع عمیق پیدا بکنن تا دوره مجلسی طول کشیده یعنی تا قرن تا پایان قرن 17 شروع قرن 18 طول کشیده و ما در آثاری کسی مثل مجلسی هستش که میتونیم ببینیم که چطور کوشیده جامعه ایران رو شیعه بکنه چون که فقهای عرب عربی متون فقهی می که اصلا کسی میدونست فقه چیه کسی نمیدونست زبان عربی نمیدونست که بتونه بفهم اینا چی میگن این یه چیز بود مد... مد... به قول فرنگی ها بوکیش مال مدارس بود که برم اونجا تو مدرسه طلاب اینا رو بخونن و همون کاری که تا به حال میکنن ولی اون چیزی که به جامعه ایران مفهوم تازه ای از شیعه داد اون چیزی بود که در قرن 17 به تدریج ساخته شد از زمان شاه عباس شروع شد مثل جامعه عباسی که بهایدین بهایدین عاملی نوشت که در واقع فقه فارسی نوشت برای کسی که بخواد بودونه پایه های فقه شیعه چیه در دوره صفویه بعد اونو بخونه و اینکه به زبان ساده برای عامه مردم گفت آقا را را رکت های نماز رو چطوری باید گذاشت وضو چطوری باید گرفت در مسائل خمس و زکات و ازدواج و طلاق و امور سیبل رایتز در سیبل لا اه، اه، حقوق مدنی چطور باید رفتار کرد اونم به درخواست شعباس عباس نوشت شاه که آقا یه چیزی بنویس که مردم ایران بتونن چطوری باید رفتار کنن به عنوان شیعه این کی شد در نیمه قرن 17 آغاز قرن 17 شد یعنی یک قرن از شروع صفویه گذشته بود تا تا یه همچی چیزی نگاشته شد و بعد هم مدت ها گذشت تا به دوره مجلسی رسید که این که خودشو ملاباشی میگفت و شاید شیخ اسلام هم بود این متونی نوشت به زبان فارسی کتبی نوشت به زبان فارسی که عامه مردم بتونن بخونن و بفهمن شیعه یعنی چی و این متونی بود که در دوره تاریخ بعد از صفویه هم کماکان رواج فراوان داشت حق یقین آثاری که الان شاید یه فهرستی داشته باشم اینجا مثلا هلیت المتقین اثر معروفش و هلیت المتقین چی بود؟ یه مقداری شعائر و رسومی بود که به عامه مردم بگید برای وضوع چطوری دست بشورید وقتی که به آ، آ، مستراح میرید چطوری باید آ، آ، رفتار کنید شب که با همسرتون در رخت خواب هستید باید چطوری رفتار کنید و یک نوعی در واقع کوشش برای آ، آ، ریچوالایز کردن آینسازی مست مذ... جامعه کرد یعنی که میکوشید که تمام جزئیات زندگی که تو یه قدم از این طرف توی حمام بخوای به اون طرف بری باید چطور ری... با یه آینی این کار رو انجام بدی یه آیه ای باید بخونی ذکری از امام بکنی تا اینکه اون عمل به بخ... چیز دست خودتو بشویی یا استنجا یا استبرا تمام اینا اصطلاحاتی که در این دوره پیدا شد خب اینها یعنی چی یعنی یه کوششی بود برای کنترل جامعه از طریق این آین ها از طریق این رسوم که در واقع چه میکرد هم دستگاه شهر رو تقویت میکرد هم دولت رو تقویت میکرد و این پیوند بین این دوتا هنوز کاملا برجا و پا برجا مورد. یا آثار دیگه در مسائب مسائب مثلا شیعه فراوان داره اینها نشونه این بود که چطور ایران شیعه شد به تدریج و به خاطر همین بود که بعد از سقوط صفویه در نیمه اول قرن هجدهم ایران گرفتاری آشوب بزرگی شد ولی هیچ از شیعه برنگشت حتی نادرشاه کوشید که خودش هم اولات سابقه چون از هاشیه بود از ابتداد از اهل تسنن بود کوشید گفت آقا این فقه جعفری داریم و مذهب جعفری داریم چه خبرتونه شما انقدر میتازید به اهل تسنن و این سب بلندی که از خلفا میکنید و اینا رو همه رو بذاریم کنار با عثمانی کنار بیایم اتحاد اسلام اولین کسی که گفته اتحاد اسلام ولی اون تزی که او داشت اون نظریه که اون داشت کاملا شکست خورد چون ایران هم شیعه موند که میخواست از دوره صفویه باشه یعنی از دوره صفویه ساخته ساخته شده بود بارها تو جنگ های این هم یه نکته مهمیه بارها تو جنگ هایی که دولت عثمانی با نهایت با نهایت خشونت سرزمین های غرب ایران رو تسخیر کرد شهر تبریز مدت ها ده ها زیر قدرت عثمانی باقی موند مردم تبریز در حالی که فشار دولت عثمانی روشون بود حاضر نبودن شیعه ترک کنن خیلی عجیبه این پدیده یعنی که این خیلی جایگزین شد در جامعه ایران به صورت خیلی عمیق حالا چرا جایگزین شد اون هم یه پرسش دیگری یعنی اون در واقع پاسخی به اون پرسش قبلی شما به این صورت که صفوی از روز اول که دولت صفوی در ایران ساخته شد یک انیرانی به عنوان عثمانی در کنارش بود در مرزهای غربیش بود یکی هم ازبکان در شرقش که با هر دو این اهل تسنن بودن میگفتن شماها کافرید ما شما را اصلا نمیپیشو اصلا اهل مذهب نیستی شما هیچی نداری و از خونتون از ریختن خون مسیحیان حلال فتوه های متعدد از شیخ الاسلام شیخ الاسلام استانبول استانبول که همین نکته رو گفته خب یعنی چی؟ یعنی اینا یه دشمن بزرگی داشتن هر چقدر این دشمنی شدیدتر شد این پیوند و اعتقاد به تشیع در داخل ایران قوی تر شد یعنی فشار بیرون همیشه در درون یه جامعه منسجمتری رو به صورتی ساخت خوب یا بد این پدیده ای بود که در نتیجه این تحول پیدا شد خب حالا بعد گفتش که بعد از سقوط صفویه چه شد به خاطر این که یک اتفاق خیلی بزرگی افتاد اینجا دیگه طبقه بعد ها بعد از قرن 18 بعد از سقوط صفویه روی کار اومدن افغان و بعد از افغان دوره افشار و اینها حتی تو دوره زندیه هیچ وقت اون پشتیبانی و حمایت دولت صفویه رو نداشتن ایران گرفتار بحران بزرگ مشروعیت شد مشروعیت سیاسی و اینکه پادشاهان صفوی یک نوع در واقع مشروعیت نیمه متبرک داشتن که هیچ نه نادر تونست اون رو جایگزین بکنه نکردیم خانه زن کوشید به خودش میگه وکیل میکنه وکیل اونا هستن حتی تا ابتدای قاجاری هم هیچ مشروعیتی برای دولتی سوای دولت صفویه نبود ولی آنچه که اتفاق افتاد این طبقه فقه ها که سرانشون همه فرار کردن و رفتن به آه به بغداد و به جنوب عراق به نجف و کربلا رفتن که ممالی که ممالی که عراق چیز تمایلات شیعه داشتن اونها رو پذیرفتن مدارس شیعه در نجف و در نجف تقویت شد و یه طبقه جدیدی از فقه ها پیدا شدن در خارج از ایران در داخل هم البته ولی اول در خارج در پایان قرن 18 هم ما یک مکتب جدید فقهی میبینیم که امروزه به نام مکتب اصولیه هنوز جریان حاکمه بر شیعه است حداقل در عراق و ایران این جریان فکر اصولیه یک کلید مهمی برای شناختن اینه که چطور فقهای پس از دوره صفویه بعد که حمایت دولت از دست دادن دیگه دولت آنطور که میبایست دین رو دفاع نمی کرد ازش چطور تونستن باقی بمونن و قدرت و نفوذ و حضور خودشون رو در جامعه دوباره تثبیت کنن خب فکر اصولی اهمیت بزرگش این بود که برخلاف نظریه دوره صفویه معتقد به این بود که علما یا فقهای شیعه در غیبت امام محق هستند که با به کار گرفتن اصل اجتهاد به جامعه خودشون آنجایی که لازمه اون حقوق شرعی که جامعه باید داشته باشه رو با بهشون عرضه کنن یعنی چه یعنی که بهشون اجازه داد که از درون مدارس بیرون بیان مدارس مذهبی بیرون بیان و محاکم شرعی بسازند یعنی دستگاه قضای، قضایی قضایی نسبتا مستقلی رو برای خودشون بسازن که به دولت دیگه مربوط نبود به خلق خودشون امام جمعه بودن و مشتهدین بزرگ بودن در سراسر ایران و به تدریج قدرت گرفتن در قرن 19 هم. اینا محاکم شرعی داشتن به اضافه ای اون مدارس رو در اختیار داشتن یعنی که هیچ هر نوع تعلیم و تربیتی از داخل این مدارس شیعه به وجود میومد حالا چرا بهشون میگفتن اصولیه به خاطر اینکه به اصول فقه خیلی توجه کردن اصول فقه یعنی اون متودولوژی اون شیوه روش بازشناسی قانونی که قانون چطوری باید وضع کرد یا حقوق قانونی رو چطوری باید چنا فقه رو چطوری باید چنا اونها معتقد به این بودن که باید با اضافه بر احادیث و کتاب کتاب قرآن احادیث گفته ها و رفتار های پیغمبر و اهمه اطهار و اون فکر میکنن که تا یه اندازه میتونن قیاس یا فکر منطقی رو برای توسعه دامنه فقه به کار بگیرن این علت این بود که بهشون میگفتن اصولیه ولی در واقع علت این بود که این مکتب اصولیه کم کم تونست یک نظام نیم خودمختار در داخل ایران بسازه که البته با دولت قاجاری هنوز کنار می اومد. خیلی محدود مواردی بود که با دولت بر اساس ایدئولوژی مخالفتی داشته باشه بر اساس کلیات مخالفتی داشته باشه مخالفتش در مسائل جزئی بود مادام که دولت اجتهاد علما رو میپذیرفت و مجتهدین میتونستن دادگاه های داشته باشن و مدارس داشته باشن و مساجد رو داشته باشن و مقلدین داشته باشن از نظر وفقه ها دولت پذیرفته بود در واقع اجتهاد و تقلید اون اون نظریه ای بود که اجازه میداد جامعه به این طبقه علمای شیعه به این فقها ها پیوند داشته باشه خارج از اون مسئله دین و دولت و این خب یک کلید مهمی برای نفوذ حضور و قدرت اونا در جامعه شد البته ترویج فقه شیعه در این دوره که بسیار شایعه بود یک نوع انجماد شرعی رو هم با خودش همراه آورد طبقه بسیار محافظ کاری رو ساخت از فقه شیعه اهل اجتهاد اگه شما به مثلا تعلیفات اینا در این دوره قاجریه نگاه کنید بیشتر شروع و تفسیر و حاشیه نویسی بود بر متون قبلی یه نوع آرکیزم در یه باستان باستانگرایی در فکرشون بود قدیمی گرایی گرایی در فکرشون بود که کماکان باقی موند تا قرن بیستم یعنی نوآوری و ابداع از روز اول در این فکر مطرود شناخته شد یعنی فقیه یا اهل حقوق, حقوق شیعه کوشششون این نبود که نوآوری بکنن. کوشششون این نبود که جامعه رو به سوی یک فکر تجدد بومی بیارند. بلکه فکرشون بود که با محافظه کاری خودشون خودشون رو محفوظ بکنن، مقام و قدرت خودشون رو در جامعه تثبیت بکنن. به خاطر همین هم منابع مالی جدید پیدا کردن از راه اوقاف از راه دستیابی به منابع متعدد احیای اموات ثروتاندوزی در از طریق تجارت یا زراعت و غیره و حضورشون در بازار ما مجتهدان خیلی خیلی ثروتمند در دوره قاجاری میتونیم ببینیم و نکته دیگه تکفیر و سرکوب آن کسانی که ما بهشون میگیم فراکیش یا دگراندیش که اون هم یه پدیده بزرگی در دوره قاجاریه بود که هر نوع فکری که مایل بود یک تعبیر و تفسیر متفاوتی از مذهب یا اسلام عرضه بکنه اون رو بعد منکوب و تکفیر میکردن خب بالاخره طبقه فقه هام یک دست که نبودن که اونها هم اولا که درجات داشتن اونهایی که درجات پایین تر بودن از طلاب و وعاز و اهل اه منبر و اینها اینا که همه در واقع تمایلات غیر شرعی پیدا کردن فراکیش شدن خیلیشون بابی بودن مثل دوره انقلاب مشروطه همین کسانی که تاریخ بیداری ایرانیان نوشتن ناظم الاسلام و ملک المتکلمین و سور اسرافیل از جراید و اینا ولی خب اونایی که معممین هم خیلی بودن دولت آبادی و غیره اینا اینا همه اینا که در واقع اهل شهر نبودن که پس اون طبقه رو در پایان دوره قاجاریه به تدریج از دست داده بودن اما درسته چرا تبا تبایی و بهبهانی و علمای اعلام به نهزت مشروطه پیوستن برای اینکه در نزد به گوان من در نزد بعضی از اونها مخصوصا طباطبایی حالا بهبانی مسئله خاصی داشت ولی در مورد تبایی طبع ما میتونیم بگیم که در واقع اینا یه آگاهی از این داشتن که دستگاه دستگاه افاقه ها دیگر نمیتونه اون کارکردی که در سابق داشته رو ادامه بده جز اینکه با مدرنیته مشروطه همراه بشه و خب اون هم مثل بسیاری دیگر ناظر بودن که ایران گرفتاره به قول خودشون یک زبالی شده و باید و در مورد اون باید با صدای ملت همراه بود ولی در اقلیت بودن شما اگه نگاه کنی همون شیخ فضلالله نوری که شما گفتی در دوره استبداد صغیر وقتی که علنا بر ضد مشروط خواهان آه آه علم مخالفت برداشت شو... یه بار من شمردم فکر میکنم هفتاد و دو نفر از آه اه اهل شریعت زیر اون نامه ای که به محمد, به محمد علی شاه نوشتن امضا کردن یعنی اکثریت با اونا بود که مخالف بودن شیخ الله گفت آقا برگردیم به اون دین و دولت سابق چی دیدیم ما ازش قاجری ما رو نگه داشته ما هم قاجری رو نگه میداریم محمد علی شا راست میگه این دولت و مجلس یعنی چی قانون اساسی یعنی چی آزادی در مقابل قانون یعنی چی همین است که تو لبایه می نوشتی که قوم اینا رو چاپ میکرد میگفت می, کرد می, پ... می گفت شما اگه اینا رو بخونی تمامش همینه میگه آقای دارین بابی ها اجازه میدید بیان دولت ما رو عوض کنه اینن اینو گفته آزادی در مقابل قانون یعنی چی ما شیعه هستیم ما ملت ملت, ملت ناجیه ایم. بقیه کاری ای نیستن اینجا اقلیت که کاری چون در مقابل زرتشتی ها میگفت چون تو مجلس اول خیلی یک محبوبیتی پیدا کرده بود در واقع با تمام اون اصول مشروطه مخالف میگفت آزادی سخن یعنی چی؟ آزادی سخن در اسلام وجود نداره همه بنده قرآن و تابع شرعی هرچی شر میگه درسته هرچی نمیگه بقیه رو باید جلوشرو گرفت یعنی چی یعنی اون میگفت این دین و دولت اگه دوباره ما بهش برگردیم ما رو سیانت میکنه و حفظ میکنه ولی این جریان با, با پایان استعداد صغیر و فتح تهران و پیروزی نسبی ملیون شکست خورد و حتی کسانی مثل ناینی که تنبیه الامه رو نوشته بود تنبیه الامه کوششی بود برای این که بگه نهزت مشروط از, نظر شیعه شرعی پذیرفته است چرا که حکومت عامه بهتر از سلطان جایره و ما باید نسبی فکر کنیم و حکومت عامه رو بپذیریم حتی خود ناینی بعد از 1909 چند سال بعد در نجف معروفه که نسخه تنبیه آمر رو انداخت تو فرات و گفت این به درد نمیخوره یعنی چی؟ یعنی حتی اونایی که طرفدار نهزت مشروطه هم بودن در دوره بعد از مشروطه به تدریج جایگاه خودشون از دست دادن حالا این روزا باب همه راجی به خراسانی این نکتر متذکر بشن که نه این فقیه روشن بود و همیت مشروطه رو در میافت که درسته نباید منکر شد شما اگر آثار رو ببینین میبینین که کوشید که در واقع حد واسطی رو بیابه ولی نه در آثارش نه در آثار فقهیش بلکه فقط در موقعیت اجتماعی و منزلت اجتماعی فقها. یعنی اون هم اعتقاد به این نداشت که باید فخشی شیعه رو عوض کرد فکر میکرد این یه چیز کاملا متبرکی است که باید به همون صورتی که بوده همونطوری باید حفظش کرد یعنی تجدد ممکنه در پذیرش مشروطه بود ولی تجدد در فکر حقوقی او نبود تا اونجا که من اطلاع دارم البته اون ممکنه بسیاری منکر این باشه ولی من تصور میکنم نبود در دوره متأخرتر باز هم فقها رو میبینیم که در مقابل فکر تجدد موزگیری کردن و اون رو یک عاملی از عالم کفر فرنگی دونستند و اون رو بیشتر جنبه های فکری و جنبه هایی که تجدد به معنای تجدد صرفاً مادی نبود اینها رو متروک شمردن و در مقابلش پایداری کردن مثلا در مقابل آموختن زبان خارجه زبان های فرنگی تعلیم و تربیت به سبک فرنگ کوشش های دولت برای ساختن یه نظام جدید غذایی همه اینها از جنب دستگاه علما مورد شک بود و مورد پرسش بود و باش مخالفت میکردم ها دوران مشروطه این جریان ادامه داشت قدرت اونها بر سر جاش بود مسائلی که ترمی کردن کماکان همون مسائل دوران سابق بود تا دوره حاضر که توضیح مسائل می و توضیح مسائل شما اگه به متون توضیح مسائل نگاه کنید میتونید ببینید که درگیری ها دل های و فقه ها چه چیزایی بود در واقع هیچ نوع تجدد فکری در این نوع با نگرششون به جامعه ابدا وجود نداشت یک نوع انجماد فکری و مذهبی در سراسر این دوره بیش و کار همیشه حاکم بود با دوره مشروطه در واقع این شکست خیلی بیشتر این جدایی خیلی بیشتر آشکار شد چرا که دوره مشروطه در واقع اجازه داد این فکر تجدد یک قوام دولتی پیدا کنه مجلس شورای ملی پیدا بشه قانون اساسی بشه تنفیز قو... قوه مقننه در مقابل قوه قضاییه مخصوصا و در مقابل قوه اجرایی پیدا بشه قوه مقننه در قوه قضایی در تحت چیرگی و و کنترل دولت قرار میگیره و این تدریجا پایگاه زعف مشتهدین رو فقها رو تضعیف کرد چرا که بسیاری از سازمان هایی که در اختیار اونها بود به تدریج در دوره مشروطه بسا مشروطه و و دوره پهلوی ازشون باز گرفته شد یعنی دین و دولتی که در سابق چندین صده حفظ شده بود در اینجا کاملا از هم دیگه گسه است دستگاه علما و فقها ها اهل, اه، اهل شریعت خودشون رو منظوی و جدا از دستگاه دولت دیدند منظوی بازگشتن دوباره به مدارس خودشون و دیگر اون حمایت و جای... جایگاه و منزلت اجتماعی رو که داشتند از دست دادن مدارس مدارس دینی مدارس مذهبی در مقابل تعلیم و تربیت جدید آموزش و پرورش جدید بسیار کوچکتر شد یا اگر کوچکتر نشد اون کارایی سابقش رو به کلی از دست داد این آموزش و پرورش جدید بود که نسل جدید دوره پهلوی رو ساخت دستگاه قضایی رو به کلی از دست داد در مقابل دادگستری یا بروکراسی دولتی برگزیدگان خودش رو از دست داد که امامه رو کنار گذاشتن و مکلا شدن و یا نسل جدیدشون مکلا شدن و به دستگاه دولت پیبستن اوقاف رو بخشی شد به خاطر اینکه دولت به روش دست گذاشت از دست دادن منابع مالیشون تضعیف شد مساجد رو و تکایا که محل تماس طبقه علما با امه مردم بود با مقلدین بود اون رو به تدریج تضعیف شد به خاطر اینکه در مقابل در دوران جدید دوران پهلوی منابع جدیدی ام، ام، امکانات جدیدی پیدا شد که مردم رو به جانب خودش جلب میکرد تئاتر پیدا شد سینما پیدا شد رادیو پیدا شد تلویزیون پیدا شد هرچقدر اینها بیشتر در جامعه وسعت پیدا کرد من انزوای طبقه فقها در داخل دستگاه پهلوی بیشتر شد منزلت اجتماعی ضعیفتر شد منزلت مالی ضعیفتر شد و اون ارتباط دین و دولت بیشتر از هر موقع تضعیف شد تضعیف این طبقه برخلاف اون چی که میشه تصور کرد در دنیای تسنن واقع شد مثلا در ترکیه در ایران باعث از بین رفتن انهدامشون نشد بلکه باعث شد که این طبقه فقها ها در واقعی ماهیت و یه کیفیت تازهی پیدا بکنه چرا که دیگر تابع مسالمت نبود چون منظوی مزد... و جدا شده بود از دولت قدرت تجدد فقهی و حقوقی رو هم به خاطر همین کهنگرایی از دست داده بود یعنی شما توضیح مسائل می نوشت ولی نمیتونست فقه جدیدی بنویسه که به مسائل بزرگ جامعه زمان خودش پاسخ بده مسئله دموکراسی، مسئله زنان، مسئله برابری در مقابل قدرت، در برابر دستگاه در قضایی، مسئله آزادی سخن، مسئله آزادی مطبوعات و تمام مسائلی که به دنیای جدید مربوط بود، دستگاه فخشی جوابی برای اینها نداشت. کوچکترین جوابی برایشون نداشت. چه جوابی داشت؟ یک میانبری که به خاطر اینکه دوباره جایگاه حضوری در جامعه پیدا بکنه به جانب تندروی سیاسی بره و دنبال فکر انقلابی بره یه فکر انقلابی که خودش هم ساخته خودش نبود بلکه برگرفته از جامعه بیرون بود که به صورت دیکه و پاره از جاهای مختلف با هم دیگه جمع کرد و یه فکر جدید انقلابی برای خودش ساخت نیمیش از سلفیه اهل سنت بود که ریشه های وهابی داشت نیمیش از فکر قرازه ای چپ ایران بود که بهش میاموخت که انقلاب لازمه یه مقدار زیادیش هم ساخته های و اونور از نهزت های جهان سومی بود که جذب خودش کرده بود و تئوری مستعزفین و تئوری مستکبر و مستضعف و اینا همه ساخته های شاید دوره بسیار متأخر ولی خب ریشه در ولایت فقیه خمینی هست خب این یعنی چه؟ یعنی که یک نوعی امتناع از تجدد رو تجدد حقوقی رو و چیزی که وظیفه فقیه بود چیزی که فقیه بایستی در جامعه میساخت هرگز نتونست بسازه فقط این رو انتخاب کرد برای اینکه بتونه اون دین و دولتی که دیگه شکسته شده بود و از بین رفته بود رو به صورت میشه گفت یه خشونت انتقامی از اون جامعه بگیره و آخر سر کاریو بکنه که هرگز طبقه فقها ها طبقه علما طبقه مذهبیون در ایران نکرده بوده و اون دست گرفتن قدرت یعنی اولین بار در تاریخ ایران هست که ما میبینیم تا اونجایی که میدونیم میبینیم که اهل شریعت به قدرت رسیدن در حالی که آمادگی ابدا براش نداشتن آمادگی اندیشه نداشتن و در این چهل سال گذشته که ما ناظر هستیم کوشششون بر این بوده که این آمادگی رو پیدا کنند ولی در واقع اون دیوارهای عظیم مشکلات گذشته فقی هیچ وقت بهشون اجازه نداد که ازش بگذرن تا امروز هم نتونستن ازش بگذرن یعنی اون دین و دولت پایان پیدا کرد دین بر دولت فائق اومد ولی نتونست اون نقشی که میبایست در ساختن جامعه جدید ایفا کنه رو هیچ وقت به نتیجه برسونه